زن مهاجر از افغانستان در ایران به 3 نفر زندگی بخشید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. گزارش ها که از آن است که خانواده یک زن افغانستانی که به دلیل رشد تومور در سرش دچار مرگ مغزی شده بود، با اهدای اعضای بدن او به 3 بیمار نیازمند ایرانی به آنها زندگی بخشیدند. با گزارش سپوتنیک، به نقل از خبرگزاری صدای افغان، روزنامه همشهری چاپ ایران در گزارش در این مورد نوشته است. این زن جوان طیبه بخشی نام داشت که در اوایل ماه اسد امسال به بیمارستان در شهر سمنان منتقل شد. خانواده او می گفت که طیبه از چند روز قبل دچار سردردی های شدیده شده بود که پزشکان پس از معاینه او اعلام کردند که در سرش تومور وجود دارد و باید هرچه زودتر عمل شود. این روزنامه ادامه داده است. این زن 33 ساله زیر تیغ جراحان رفت، اما پیشرفت بیماری او به حدی بود که حتی عمل جراحی هم نتوانست چاره ساز باشد و به این ترتیب زن جوان دچار مرگ مغزی شد. بر اساس این گزارش، وقت مشخص شد که دیگر امیدی به بازگشت این زن افغانستانی نیست. خانواده وی رضایت دادند تا اعضای بدن او به بیماران نیازمند اهدا شود. برادر این زن که عزادار خواهر جوانش است، در این خصوص به همشهری گفته است: خواهرم در زندگی سختی های زیادی کشید. او در افغانستان ازدواج کرد و 2 کودک 7 ساله و 6 ساله دارد. سردردی های او از مدت قبل از افغانستان شروع شد که هر روز بیشتر می شد. متاسفانه پزشکان در افغانستان نتوانسته بودند علت این سردردی ها را تشخیص بدهند. او روز به روز بدتر می شد تا اینکه چند قبل حالش خیلی بد شد و به ایران آمد. وی ادامه داد: وقتی او را به دکتر بردیم، متوجه شدیم که در سرش تومور دارد و دست به دامان خدا شدیم تا زودتر سلامتیش را به دست آورد. اما گویا خواهرم عزمش را برای رفتن جزم کرده بود. این برادر خاطر نشان کرد: وقتی پزشکان به ما گفتند دیگر امیدی به زنده بودن خواهرم نیست و بهتر از اعضای بدنش را به چند بیمار نیازمند اهدا کنیم، موضوع را با همسرش در میان گذاشتیم. خیلی تلاش کردیم تا اینکه سرانجام او هم رضایتش را اعلام کرد. وی تاکید کرد: همین که میدانیم با این اقدام روح خواهرم با آرامش الهی است، برای ما کافی است. در همین حال دکتر ساناز دهقانی، رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان سینا، در این خصوص به همشهری گفت: با اعلام رضایت خانواده طیبه، بیمار مرگ مغزی از سمنان به تهران منتقل شد و از ظهر روز 22 اسد پزشکان متخصص 2 کلیه و کبد او را به 3 بیمار نیازمند پیوند زدند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.